یه نکاتی هستش که خب به هر حال مونده، من اول قبل از اینکه کارو شروع کنیم خدمتتون میگم و بعد ادامه کار ان شاء الله. در مورد پنجره ها گفتم بهتر هستش که شما پنجره رو باز کنید و کار بکنید، دوباره نصب کنید، به دلیل اینکه خب روی کار و با اسپری و اینا به هر حال شما ممکنه یه مقدار رنگتون شوره بکنه و کارتون کثیف بشه. و اصولی هستش که حتما شیشه تخت خوابیده باشه روی میز کار و شما کار بکنید. وقتی که برای پنجره کار میکنید، امکان داره که این پنجره شما به روبه بیرون باشه یه طرفش و شما نخواهید که رنگ یا دورگیرتون آسیب ببینه. حال به حال باد و بارون و خاک و اینا بهتره که در واقع یه طرفش رو کار بکنید و همون طرفی که داخل منزلتون هست و میخواهید بتونید تمیزش بکنید. این پنجره خب یک رو میشه. بعضی وقتا شما یه پارتیشن کار میکنید، یه فضای شیشه‌ای بین که دوتا محیط رو داره جدا میکنه، این فضا از هر دو طرف دید داره، بهتر هستش که شما اونجا کارتون دورو باشه، از هر دو طرف کار کنید. رنگ که مشکلی ایجاد نمیکنه، به دلیل اینکه رنگ روی شیشه است و شیشه کاملا شفافه، از هر دو طرف رنگ شما قابل دیده، پس مشکلی با رنگ ندارید. ولی در زمینه دورگیر خیلی ها به حال میگن یه طرف کار دورگیری یه طرفه، از یه طرف دیگه پشت کار رو ما میبینیم، قشنگ نمیشه. اونجا به نظر من فکر میکنم اگه دورو شما دورگیری کنید بهتره، یعنی بعد از اینکه یه روی کار رو دورگیری کردین و خشک شد، رنگ کردین، کارو برگردونید و اون قسمت پشت کارو دقیقاً روی نواحی که دورگیری کردین مجدداً اون قسمت پشت کارم دورگیری بکنید که زمانی که این شیشه نصب میشه کارتون به شکل دورو داشته باشه. این هم در نکته بودش که در مورد پنجره ها و فضای پارتیشنی که دورو هست، بین دو قسمت دو تا فضا کار میشه، شما باید رعایت بکنید. یک دکته دیگه در مورد دورگیرای مشکی که خیلی دوستان استفاده میکنن، در مورد دورگیرا گفته بودن که این فرمولی که من آموزش دادم و دستی هستش، خونگی هست، کار میکنن، خود دوستان درست میکنن توی منزل، مات میشه. دقیقا درسته، این دورگیرا مات میشه و یک روشی که میشه اینو کاملا براق کرد این هستش که من یه رزینه پای آب به شما معرفی کرده بودم، این رزینه پای آب به اصطلاح خب در دسترس هست، خیلی هم کارایی داره توی کارهای مختلف، شما میتونید از این رزین استفاده بکنید. با یه قلمو بعد از اینکه دورگیری کردید و دورگیرتون کاملا خشک شد، با یه قلمو یا حالا چوبی چیزی روی کارتون از این رزین به این شکل بزنید و بذارید خشک بشه. این شبیه یک لایه کلر کاملا شفاف و براق عمل میکنه و اون نواحی رو وقتی که خشک شد شیشه‌ای و براق میکنه و حتی از دورگیرای آماده باز خیلی قشنگ تر میشه و کاملا براق میشه. و من فکر میکنم طبق تجربه بهترین راهی که شما بتونید کارتون رو براق بکنید و دورگیرتون رو براق بکنید همین روش هستش. ضمن اینکه خب به حال این رزین پای آب خیلی کارایی هم داره تو بخشای دیگه و جاهایی که رنگ‌های بیس آب رو میخوایم آموزشش رو شروع کنیم که خدمتتون عرض میکنم خیلی کارایی داره. یک نکته دیگه که دوستانم سوال کرده بودن این که شما اگر بخواید بافت ایجاد بکنید تو قسمت‌های زمینای ساده پنجره، یعنی یک پنجره ای مال یه اتاقی هست، حالا بعدش شما می‌خواید اون یه قسمت‌های دید نداشته باشه و دلیل نور رو عبور بده، بهتر هستش که از شیشه‌های مشجر یا شیشه‌های به اصطلاح برفی استفاده بکنید. اینجا الان این شیشه برفی هستش، بافت ساده نداره، بافت داره. این شیشه‌ها به اصطلاح برای اون قسمت کاری که مد نظرتون باشه که میخواید خیلی دید نداشته باشه اون قسمت، یه مقداری مات میکنه و خب به کار رو قشنگ‌تر میکنه. اینم یه نکته که در مورد شیشه‌های مشجر گفتم خدمتتون. و اما در مورد جام‌ها
که سوال فرموده بودین چندین بار که من آموزش روی جام رو بگم چشم، من یه برنامه راستن اختصاص میدم که به اصطلاح ظروفی که انحنا داره خدمتتون عرض میکنم، ولی یک نکته رو حالا من اینجا خیلی مختصر بگم خدمتتون. زمانی که روی سطوحی که سطوح تخت که ملاحظه کردین هیچ مورد خاصی نداره و خیلی ساده است، و اما در مورد سطوحی که شما منحنی هستش، تنها نکته‌ای که باید بهش دقت بکنید اینه که رنگ شما شوره نکنه. یعنی اون چیزی که توی کار ویترایی سطوحه که انحنا داره کار شما خراب میشه، این هستش که رنگ شوره میکنه. به خاطر اینکه شما بیاید این مشکل رو تعدیدش بکنید یه مقداری، اولین چیزی که باید رعایت کنید اینه که چسبندگی رنگتون زیاد باشه. چسبندگی رنگ که باید میخواین زیاد باشه، باید خب به هر حال رنگ رو خیلی زیاد رقیق نکنید. حالا اگر بیستون آبه، اگر تینر فوری روغنی، هر چیزی که پایه رنگتون هست، بیس رنگتون هست، باید دقت بکنید که این بیش از حد رقیق نباشه و چسبندگی رنگتون زیاد باشه. حتی بعضی اوقات لازمه که شما مدیوم هم تو دسترس ندارید، چون با افزودن مدیوم میشه چسبندگی رو زیاد کرد. اگر مدیوم رنگتون تموم شده باشه یا در دسترس نداشته باشید، بهتره که یه مقداری اون در شیشه رنگتون رو باز بذارید توی هوای آزاد تا اینکه باز یه مقداری این رقیق که بوده غلیظ بشه در واقع، و مقداری بخارات و اون تینرشینا بپره و غلیظ‌تر بشه، چسبندگی زیاد بشه، بتونید کار بکنید. مرتبا باید اضافه های رنگ رو از گوشه های کارتون بگیرید تا اینکه در واقع این انقدر تمرین بکنید که در واقع اون قسمتی که رنگ میکنید دقیقاً مثل شیشه رنگی بشه و بافت پیدا نکنه، چروک نشه، کناره های کار اضافه های رنگ رو بردارین تا کارتون کاملا شیشه‌ای بشه. حالا امیدوارم که بتونید کار کنید با این نکاتی که گفتم، ولی حتما جای خودش این آموزش روی سطوحی که منحنی داره رنگش رو خدمتون خواهم گفت. نکته بعدی در مورد دورگیرها هستش که زمانی که شما دورگیری میکنین، اون دورگیری که به شما آموزش دادم قرار نیست که حتما توی اون تویوپا یا به اصطلاح ظرفای کوچیک باشه. شما میتونید از قیفای شیرینی پزی استفاده بکنید، دورگیرتون رو داخل اونا بریزید، حتی ماسوله ها و شکل‌های مختلف که بتونید طرح‌های مختلفی دورگیرتون اجرا کنید، به خصوص برای پنجره‌های بزرگ. ببینید من یه قسمتی الان اینجا برای شما دورگیر رو میزنم، اصلا نیاز نیست که در واقع باریک باشه دورگیریتون، هر چه ضخامتش میخواین میتونید متغیر باشه. من الان داخل این قیف ببینید به یک شکلی شبیه زنجیره این قسمت رو الان برای شما دورگیری میکنم. اگر دوستان بگیرم با شکلهای مختلف میشه دورگیری کرد، این دیگه به سلیقه خودتونه که حالا طرحتون چه شکل باشه. زیگزاگ هر شکلی که بخواین میتونید در واقع کارتون رو دورگیری کنید. اول کار کاملا براق دورگیر، وقتی که میمونه خشک میشه، مات میشه و باید حتما طبق همون روشی که گفتم شما براقش کنید. پس به هر شکلی که بخواید شما میتونید خمیر دورگیرتون رو بریزین و دورگیری بکنید با ضخامت مختلف، دلخواه، هر جوری که خواستید، دیگه این دست خودتونه. و اما برای رنگامیزی کار خدمتون عرض کردم که وقتی که میخواید پنجره کار بکنید بعد دورو باشه، از اون طرف کارم باید حتما من پیدا باشه کارتون. برای رنگامیزی اگه قطعه چکون به خصوص برای سطح بزرگی مثل پنجره از قطعه چکون استفاده بکنید خیلی بهتر هست. من اینجا یکی از گلای اینو اگه فرصت بشه سر میکنم براتون رنگش رو بزنم. توی ریختن رنگتون اصلا ترسی نداشته باشید، خیلی سریع کار کنید. زدن یه پنجره که در واقع حدوداً یک متر در یک متر باشه، اگه شما بخواید زمان بدین نهایتاً باید 45 دقیقه تا یک ساعت شما این پنجره رو تمومش بکنید و حتماً هم توی یک اتاقی کار بکنید که گرد و خاک نداشته باشه و تا اونجایی که ممکنه زمانی که میبره این پنجرتون تا رنگش خشک بشه خیلی رفت آمد توش نشه، تا اینکه کاملا زمان باشه که
این خوش بشه و گرد و خاک هم روش نشینه. و اما در مورد نحوه اوپک کردن رنگ ها، مثل این سبزی که الان دارم رنگ میکنم، همون سبز ترانسپرنتی که توی رنگ های ویترایی هست، یه چیز در حدود 7-8 قطره سفید بهش اضافه کردم که در واقع ما بتونیم دیدش رو بگیریم، یعنی از اون حالت ترانسپرنت در بیاریم. برای این کار من تمام گل‌ها رو میخوام اوپک کار کنم، یعنی گل‌ها همه رنگ‌ها مات هستش و زمینه شیشه تمامش در واقع حالت شفاف و ترانسپرنت داره که نور رو عبور بده. به این شکل تمام قسمت هایی که گلا هست تموم میکنید و گلبرگای داخلش رنگ زرد و نارنجی. زمینه کارم شفاف، اگه بهتر که رنگ سبزابی خیلی روشن باشه. یه نکاتی بوده که لازم بود من بگم خدمتتون، اگر که بشه توی برنامه هفت جلسه بعدی من همین کار رو برای شما تکمیلش میکنم که انشالله یه کار از اول تا آخر با هم تکمیلش بکنیم. لحظات خوشی رو براتون آرزو میکنم تا برنامه بعد در پناه هست.